به بخش ویژه خبری خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم فعال کنید تا از جنجالی ترین اخبار آگاه شوید. این روزها که تشت رسوایی دولت روحانی بیش از پیش افتاده، هر روز گزارشی از گم شدن میلیاردها دلار ارز و فساد و غارت 8 ساله دولت روحانی منتشر میشه. اون و یاران اصلاح طلبش هم برای بازیافت و برگشت به سیاست طراحی و تلاش میکنن. یادی کنیم از این جملات رئیس جمهوری که مخالفین دولتشو بیعقل خوند و گفت مخالفت با دولت معنی نداره. این جملات رو هم تو بانک مرکزی گفت که حالا سیف مدیرعاملش به جرم زمینه سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و اهمال مدیریتی به 10 سال زندان محکوم شده. هرچند این حکم هم سطحی و بدون محاکمه عوامل بالادستی مثل خود روحانی، جهانگیری و محمد شریعت مداری بوده. به ویژه این که به گفته دادستان تهران بین 95 تا 97 تعزی بیش از 30 میلیارد دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا با ارزش 800 هزار میلیارد تومان صورت گرفته. باور کردنی نیست.